محسلین عزیز، السلام علیکم. لکچر پنجام است. در لکچر پنجام می خواهیم که انتیگرال های سطحی را در فضای در ساحه وکتوری مورد مطالعه قرار بدیم. در لکچر 49 انتیگرال های سطحی را در ساحه اسکالری مورد مطالعه قرار دادیم و در لکچر 50 انتیگرال های سطحی را در ساحه وکتوری مورد مطالعه قرار میدیم. یعنی سرفس انتیگرال آف وکتور فیلد. ما یک سطح را در نظر میگیرم این محور وای است، محور اکس است و محور زد است و فرض میکنیم که این سطح موجود باشه و این سطح یک در این ساحه ساحه وکتوری باشه. این سطح ما فرض میکنیم که عبارت از چه باشه؟ عبارت از اف اکس و وای و زد باشه و ساحه هم وکتوری باشه. فرض میکنیم که ساحه ساحه چی است؟ وکتوری است. و ما یک قسمتی از ساحه را از اینجا جدا میکنم. فرض تو که من از اینجا یک ساحه را جدا کردم و اینی ساحه که آوردم در اینجا. این فرض میکنیم که این ساحه را جدا کردیم. در این ساحه اینی وکتور است، وکتور موجود است، نام وکتور است F و کدام F؟ اینی F است که وکتور F مساوی است با P X و Y زاید I جمع Q X و Y زاید J جمع آر اکس و وای و زید که این وکتور در اینجا قرار داره، ساحه وکتوری است. و در اینجا فکر کنین که یک نرمال هم موجود است، یک وکتور نرمال که بالای سطح چی است؟ عمود است. یک وکتور نرمال هم موجود است و ساحه که جدا شده در حقیقت عبارت از چی است؟ عبارت از دلتای اس است. فرض میکنیم که این ساحه دلتای اس است. فکر کنیم که یک دریا جریان داره و در این دریا ما یک قطره از این دریا را گرفتیم و این سطح اف اکس و وای زد. فکر کنین که یک جال است، یک سطح است در مقابل دریا و دریا با یک فشار از این جال عبور میکنه. این از این جال عبور میکنه، ساحه کاملا وکتوری است و ما یک قطره را در اینجا گرفتیم که او قطره متشکل از یک وکتور اف است و یک وکتور نرمال که بالای یعنی سطح عمود است و هم ساحه هم عبارت است دلتای اس است. و ما چی را میخوایم پیدا کنم؟ میخوایم که یعنی فشار دریا را و ای جال، یعنی در حقیقت شدت وکتور و ای جال میخوایم محاسبه کنم که یعنی به این معنا که ما فلکس
فلکس هم میخوایم محاسبه کنیم، شدت جریان دریا را به همین جال میخوایم محاسبه کنیم و در این نقطه ای شدت دریا، جریان دریا یا ای فلکس عبارت است از وکتور اف ضرب در نارمل ان و ضرب دلتای چی است؟ دلتای اس است، ای است. پس اگر ما این ساحه را به این حصه تقسیم کنم و در هر نقطه فلکس ها را فشار در این جال محاسبه بکنم و اونا را با هم جمع کنم، در حقیقت در این ساحه وکتوری تمام فلکس ها یا فشاری که به این جال وارد میشه دریافت میشه. به این معنی که ما میخواییم که آی مساوی و یک تا و این از اینمی اف آیا این آیا ضرب دلتای چند دلتای اس اس آی ایده سمشه بگیرم، یعنی اینمی رو ما چی کنم با این حصه تقسیم بکنم امی سطح را که عبارت دلتای اس هست، این دانه دلتای اس به وجود میه که دارای هر کدومش دارای یک وکتور قوه یا وکتور اف هست و دارای یک وکتور نارمل است که تمام فلکس ها را اگر با هم جمع بکنم اینی حالت به وجود میاد. زمانی که این بلای تنهایی تقرب بتم، یعنی لیمت بگیرم، لیمت این به طرف لای تنهایی، در اون صورت ای تعریف میکنه دو سم وجود داره، یک سم از دلتای اس آی، یک سم از اف آی ضرب ان آی. از این دو سم ما زمانی که لیمت بگیرم در اون صورت انتیگرال دوگانه روی سطح اس تعریف میکنه که سطح عبارت از سطح اس است که عبارت میشد از قوه اف ضرب در نارمل ان و ضرب در دی اس. اینی به وجود میاد که اینی رو با نام انتیگرال سطحی یاد میکنم. و در اینجا ما اگر همون طور که اف تعریف کردم و ما یک وکتور عمود بالای اف تعریف کنم که وکتور عمود عبارت از آر به شکل پارامتریک داده شده باشه که وکتور آر مساوی و اکس آی است، جمع وای جی است و جمع زید که است، که اگر آر باز به شکل پارامتریک داده شده باشه وکتور آر مساوی میشد به اکس یو وی آی جمع وای یو وی جی جمع زید یو و وی که. اینی حالت داره اگر وکتور آر ما به شکل پارامتریک تعریف شده باشد. با در این صورت ما میتونیم این دریافت کنیم که این نارمل ما مساوی میشد با آر یو ضرب وکتوری آر وی. این چیز به وجود میده که ای در حقیقت نارمل بالای ازی چی میشه؟ بالا از اصل ضرب ازی پیدا میشه که ای در حقیقت بالای چی است؟ بالای اون سطح، بالای اینی سطح دلتای عمود است. و به همین رقم که طولش، طول نارمل ما طبیعی است که مساوی میشود به طول آر یوی آر یو ضرب وکتوری آر وی. این یادت باشه. و آر یو چی است؟ ببینین در حقیقت این انتیگرال چی میشه؟ دقت کنین این انتیگرال، امی انتیگرال سطحی، انتیگرال سطحی اس که اف ضرب وکتور نارمل ان ضرب دی اس است، این قرار تعریف با واحد وکتور باید تبدیل شود که مساوی شود به انتیگرال اف ضرب در ان وکتور ان تقسیم طول ان
ضرب دردی است، این حالت با خود میگیره که باز اگر به این حالت بیایه این مساوی میشه. دقت کنین، انتیگرال سطحی S ضرب در چه میشه؟ ضرب در R ببخشین F F ضرب R U ضرب وکتوری R V تقسیم طول R U ضرب R V DS. و DS هم ما از قبل از لکچر قبلی میدانیم که DS ما مساوی است با RU ضرب RV ضرب در DU DV. اینی است که قیمت هایش در اینجا گذاشتم. میتونیم که مساوی میشه انتیگرال سطحی S F N دی اس مساوی میشه با انتیگرال سطحی اس اف ضرب آر یو آر وی آر وی بر طول آر یو ضرب آر وی ضرب در طول آر یو ضرب آر وی ضرب در دی یو دی وی که در حقیقت ای بایی خلاص میشه. پس مساوی میشه در انتیگرال سطحی S ضرب قوه F RU 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 R ضرب وکتوری RV DU DV به این حالت بالاخره تبدیل میشه. یعنی این می باید دریافت شوه به این اونو که ما پیدا کنیم که F ضرب RU ضرب RV مساوی با چی است؟ اینی را پیدا کنیم تا تحت انتیگرال بانیم و انتیگرال در با دومین D محاسبه بکنیم. ببینیم این چی است؟ اینی جا ما پیدایش میکنم RU RU وکتور RU عبارت از چی است؟ عبارت از DX بر DU است. وکتور RU DX بر DU I جمع DY بر DU J جمع DZ بر DU انرژی وکتور DU بر DU K است. اینی وکتور است. همچنان آر وی مساوی است با دی اکس بر دی وی آی جمع دی وای بر دی وی جی جمع دی زاید بر دی وی که. اینی وکتور هستند. اینی وکتور هستند که در اینجا حاصل ضربش حاصل میشه که آر یو ضرب آر وی ضرب وکتوریست که ضرب وکتوری را شما میفهمین که عبارت از آی جی کست واحد وکتورها. و ببینید دی اکس بر دی یو دی اکس بر دی یو دی وای بر دی یو دی وای بر دی یو دی زاید بر دی یو همچنان دی اکس بر دی وی دی وای بر دی وی دی زاید بر چی است؟ دی وی. این رو باید محاسبه کنیم و این رو محاسبه بکنیم و بعد ضرب اف کنیم که اف ما هم در اینجا داریم که اگر ضرب اف شد مسئله و چی میشه. این رو که محاسبه بکنیم آی ضرب آی ضرب صد درستتون از بین بره دی وای دی ای تو ضرب میکنیم منفی رقم دی وای زاید بر DU DU DV DY زاید بر DU V این یالت و منفی ای دو تاره ضرب میکنیم ای دو تاره که ضرب کنیم دی زاید وای بر منفی دی زاید وای بر DU V این رقم است.
منفی جی، منفی جی، جی به خاطر منفی میشه که جی در سطر اول و ستون دوم قرار داره که یک منفی یک به توان یک جمع دو که منفی یک به توان سه میشه. یک ای دو است، یک و دو سه، منفی یک به توان سه منفی میشه. ضربه، ضربه، ضربه چی میشه؟ ببینید این ستونه که این سطر که از بین ببرم، این ضربه از این دی اکس زایده بر دی یو وی، دی اکس زایده بر دی یو وی منفی، منفی اتو ضربش میکنم، دی زاید اکس بر دی زاید اکس بر دی یو وی و جمع، اینجا نشته میکنم، جمع که این از بین میبرم، این ضربیزی منفی ضربیزی که که ضربه، که ضربه دی اکس دی وای بر دی یو دی وی، دی اکس وای بر دی نظر به یو وی به این شکل منفی دی وای اکس بر دی وای اکس بر دی یو وی. این یاده تا خود اختیار میکنه که این را چی میکنم، اینا را ساده میسازم. ببینین اینجاست وای زید، اینجا زید وای، یک من از وای و جای زید، زید و جای وای نوشته میکنم، یک علامه منفی به وجود میاد، ضربی منفی مثبت میشه، پس میشه دی وای زید و دی یو وی. وقتی که جمع شوه امو حالت داره، پس مساوی میشه. و اگر اتو نشتهش کنم که دی وای زید بر دی یو وی آی کلی زینمی تبدیل میشه به ای. اگر ما اینجا زایده ببینین، این زایده است نی، زایده و جای اکس، اکس و جای زاید بیارم، یک منفی علاوه میشه، اینجا یک منفی علاوه میشه، منفی را مشترک بگیرم، منفی را مثبت میزوده، دی زاید اکس میشه در حقیقت مثبت دی زاید اکس بر دی یو وی جی. اینی حالتا بخود میگیره. همچنان یک منفی رو در اینجا علاوه میکنم، اکس با وای به جای وای میرم، وای به جای اکس علامه منفی میشه، منفی منفی رو مثبت میسازه، پس این میشه اکس وای، اکس وای مثبت دی اکس وای مشتق اکس وای نظر به یو وی چی میشه؟ که میشه این حالت بالاخره به وجود میاد که اگر شما بیاین ایره به جای انتیگرال وضع بکنین که ما قبلا انتیگرال داشتم که قیمت هایش به جاهایش وضع کنیم و اف هم ضرب کنیم، ما اف داریم، ای عبارت از چی است؟ اینمی عبارت بود از آر یو ضرب آر وی، اینمی مساوی بود به این چیز. حالا اف اگه به همراه ضرب کنیم که اف با ای ضرب کنیم که اف وکتور اف ضرب آر یو، آر یو ضرب آر وی شوه، یعنی ایره ما یافتیم و ایره ضرب اف میکنیم، ضرب اسکالری میکنیم. وقتی که ضرب اسکالری کنیم پی ضرب ازی میشه، جمع کیو ضرب ازی میشه، جمع آر ضرب ازی میشه، مساوی میشود به پی ضرب چی میشه؟ پی ضرب دی وای زایده بر دی یو وی جمع کیو ضربه دی زاید و اکس بر دی یو وی جمع بالاخره آر ضربه دی دی چی است؟ دی اکس و وای بر دی یو وی. این در حقیقت این حالت به وجود آمد که در این حالت انتیگرال میگیریم، از دو طرف انتیگرال میگیریم که پس انتیگرال اس اف این آر یو و آر وی که پیشتر مطرح کردیم دی یو دی وی مساوی میشد به این انتیگرال، یعنی انتیگرال
دی و دی تبدیل میشه بالاخره میشه که پیه پیه ببینین دی دی وای دی زید جمع کیویه کیویه دی زید دی اکس دی زید دی اکس جمع آره دی اکس دی وای این در حقیقت انتیگرال ما بین تو به یک انتیگرال منحنی الخط تبدیل میشه در روی منحنی که ما با آسانی در روی سطح با آسانی از چی کار کرده میتونیم انتیگرال گرفتن میتونیم. ما مثال های بسیار زنده زنده را در این موارد براتون کار میکنم، لطفا لکچر 51 را تعقیب کنید.